شده مامان؟ امروز داره واسمون مهمون میاد، بهتره که توی اتاقت بمونی. لازم نیست بیای بیرون، گلناز براشون چای میاره. باشه مامان، گلناز بهشون چای بده، ولی من که باید بیام بیرون و سلام کنم دیگه. اونا میان منو ببینن، منو ببینن و میرن، اصلا نیازی نیست تو بیای پیششون. مامان این حرفا چیه میزنین؟ دخترم من فقط ازت میخوام که تو اتاقت بمونی. باشه، اما حداقل یه دلیل بیارین، به هم بگین چرا همچین چیزی میخوای. این سوال نکن، حرفامو گوش کن، همین جوریشم عصبم خورده. مامان، مامان گوش کنین دیگه. میگم خواهر هاجر جون چرا هنوز نیومده؟ پس فهیمه ببین کی دارم بهت میگم، اون یه نقشه ای داره، به خاطر یه توته یه چیزی داره میاد اینجا. چند روزیه دارم خوابای بد میبینم، فکر کنم قرار اتفاقای بدی بیفته. تازه اون تا امروز چه خیری واسه تو با زندگی داشته که الان اینجور منتظرش نشستی؟ اون دشمن شماره یکته، هم واسه خودت هم واسه دوتا دخترات، ولی تو اصلا عین خیالت نیست. مادر جون تو رو خدا، شما دیگه هیچی نگی، تو رو خدا. برو، خواهر جون جونیت اومده دیدنت، برو. سلام. سلام دایی. علیکم السلام. زنده باشی. حال چطوره؟ خوبی؟ بله خوبم. شما چطوری؟ منم خیلی خوبم. ببینم تو خونه چی کار میکنی؟ مگه واسه لیسانس نمیخونی؟ دانشگاه بله، رفتی؟ بله، دیروز اولین امتحانم بود، امتحان بعدیم فرداست. خیلی خوبه، خیلی خوبه. همینجا بمونیم یا میذاری بیایم تو؟ به مامانت بگو ما اومدیم. بله بیاین تو. الو امجد، کجایی عزیزم؟ میخوای کجا باشم؟ همینجا تو اتاقم هم دیگه. چیه؟ انگار کسی ناراحتت کرده، همه چی خوبه؟ نمیتونم امجد، نمیفهمم اینجا چه خبره. کلی واسه اومدن خاله حاضر شده بودم، ولی چی؟ بگو دیگه. مامونم خیلی عوض شده، نمیذاره برم بیرون خاله رو ببینم. خاله چرا اینطوری شده؟ میگه اصلا نبینیشون؟ مامونم گفته تا وقتی اونا تو خونن من باید تو اتاقم بمونم. ببین دردانه، این اصلا درست نیست. نمیدونی چقدر جنگیدم که مامان و بابا رو اونجا فرستادم. اگه از طرف تو مشکلی پیش بیاد دیگه از من گله ای نکن. آخه اگه نری پیششون چه فکری میکنن؟ چقدر ناراحت میشن؟ چقدر بهشون بی احترامی میشه؟ منم همه اینا رو میدونم امجد، ولی مامانم اصلا و ابدا نمیذاره برم خاله رو ببینم. اصلا نمیتونم بفهمم آخه واسه چی اینطوری میگه. ببین من نمیدونم واسه چی خاله جلوتو گرفته، ولی هرچی باشه نتیجهش به نفع ما دوتا نیست. تو حرف خاله رو گوش نکن، برو پیششون ببینشون. ولی امجد من دردانه، این آخرین فرصته. کوچکترین اشتباهی ما دوتا رو خیلی از هم دور میکنه. همین کاری که من دارم میگم و انجام بده، فهمیدی؟ یالا برو پیششون.
یکم دیگه بهت زنگ میزنم. حتما بری اونجا، باشه؟ من چه؟ چیزی که واضحه اینه که تو خیلی خوش شانسی فهیمه. نه، این خونه ای که توش داری زندگی میکنی، آدمای پولدار و مرفه هم نمیتونن تو همچین خونه هایی زندگی کنن، حتی نمیتونن فکرشو بکنن. خدا دایی رو خیر بده، چند سال این خونهشو همینطوری بهت داده. فکر کنم بیشتر از 10 سالی شده که رفته آلمان دیگه، نه؟ حتی هیچ وقت یه خبرم نگرفته ازت. آره خواهر، تو راست میگی. من که میگم این خونه در واقع مال خودت فهیمه. حرفمو گوش کن، تا زنده از خونه رو به نام خودت کن، باشه؟ مگه کیو داره؟ یه پسرشه که حالا اونم کی آلمانو ول کنه بیاد پاکستان. درست میگم؟ راستش به نظرم کاری که به خاطرش اومدیم، حرفایی که باید بزنیم اونا رو بگیم دیگه. حالا خوبه خودت هم با من اومدی. خب حرف اصلی رو خودت بگو دیگه. باشه، خوبه خودم میگم. فهیمه، ما اومدیم واسه پسرمون امجد از دختر دردانه خواستگاری کنیم. کجا میری دردانه؟ میرم خاله و دایی رو ببینم. ببین، تو فعلا نمیتونی بیای. چرا؟ واسه چی نمیتونم بیام؟ مامان به هم گفته که نزار دردانه بیاد اونجا. آخه تو چی میدونی ها؟ امجد الان به هم زنگ زد، به هم گفت هر طور شده باید خاله و دایی رو ببینم. بعد تو میگی که... ببین، من فقط همون حرفی رو دارم میگم که مامان ازم خواسته. بقیهش میل خودته، میخوای بری برو، من چرا جلو تو بگیرم؟ میرم، حتماًم میرم. چی شده فهیمه؟ چرا هیچی نمیگی؟ چرا ساکت شدی؟ ببین فهیمه، اگه به خاطر اون مسائل گذشتمون ناراحتی، خب منم بودم، ولی من همه چی رو فراموش کردم و اومدم اینجا فقط و فقط واسه خوشحالی پسرم. تو هم همه چی رو فراموش کن، فقط زودتر بهمون بگو که چه تاریخی رو بذاریم. ها بابا فهیمه، چی شده؟ بگو دیگه، کی عروسی این دوتا رو بگیریم؟ من فقط یه پسر دارم، یه جشن حسابی میگیرم و به همه آرزوهام میرسم. ببین فهیمه، من میدونم که امجد به این راحتی ها قبول نمیکنه. واسه همین ما تصمیم گرفتیم که واسه خواستگاری با امجد بیایم خونتون، ولی تو به همون جواب رد باید بدی. فردا من و نجیب داریم میایم خونتون واسه خواستگاری حرف بزنیم. ببین فهیمه، ما بهت اعتماد کردیم، پشمونمون نکن، به قولی که دادی عمل کن. بگو دیگه فهیمه، منتظر جوابتیم، یه چیزی بگو. خب خواهر، من نمیتونم دخترمو به پسر شما بدم. چی داره میگی فهیمه؟ چرا فهیمه؟ واسه چی نمیتونی دخترتو به پسر ما بدی؟ ها؟ پسر ما مگه چی کم داره؟ خواهر، دردانه دختر منه، من برای ازدواجش تصمیم میگیرم. فکر نمی کنم لازم باشه بهتون دلیل جواب منفیمو بگم. ببین فهیمه، تو رو کراس به همون بی احترامی کردی. ما سرت عزت گذاشتیم، اومدیم خونتون واسه پسرمون خواستگاری کنیم، بعد تو داری به همون جواب منفی میدی؟ دیدی نجیب احمد؟ این همون فهیمه ایه که از کمک کردن بهش خسته نمی شدی. دیدی؟ تو واسه همین دلسوزی می کردی دیگه، برای همین خیلی نگران بودی؟ حالا یه چیزی بهش بگو، من نباید این حرفا رو بزنم. خواهر، یه لطفی کن اینا از اینجا برین. من نمیخوام دخترم بفهمن که دلیل اصلی اومدنتون چی بوده، پس لطفاً برین، از اینجا برین. گوش کن فهیمه، اگه برای فکر کردن یه فرصت میخوای بهت وقت میدیم، ولی با عجله تصمیم نگیر. خب من همه یه فکرامو کردم که این تصمیمو گرفتم،
آخه امجد تو زندگیش چی داره که من بخوام بهش دخترمو بدم؟ کاروباری که نداره، ناسپاسم که میچرخه، پسری که هیچ جای زندگیش موفقیتی نداشته، چطوری بخوام دخترمو بهش بدم؟ شنیدی؟ پاشو نجیب احمد، پاشو. فهیمه خانم، کار خوبی با همون نکردی، اصلا کار درست نبود. اگه اینطوری بود از همون دم در برمون میگردوندی. من که گفتم نجیب احمد، این زن لیاقت اینو نداره که حتی یه لحظه به وصلت باهاش فکر کنیم. آخه پسرمون مجبورمون کرد که بیایم اینجا. بیا بریم. مادرت قبلا کم بی احترامی کرده، حالا بازم وایستیم اینجا بیشتر بی حرمتی کنه؟ نه نه نه، اینطوری نیست. شما اشتباه برداشت کردین خاله، نمیدونم مامانم چش شده. شما لطفا حرفمو گوش بدین. شما ساکت شو، تو خیلی بی حیایی دردانه. مادر جواب رد داده، بعد تو از طرف خودت بله میگی؟ خجالت نمیکشی؟ بهت التماس میکنم دست از سر بچه من بردار، نه دنبالش بیا نه دنبال خودت بندازش. تو دیگه این مادرت به مردای دیگه نظر نداشته باش، هر کسی قسمتت باشه بهش میرسی. خاله خاله خاله، دایی دایی، شما لطفا با خاله حرف بزن. کجا دارین میرین؟ یکی حرف منو گوش کنه. من درستش میکنم، این امکان نداره. واسه چی این کارو با هم کردین؟ واسه چی این کارو با هم کردین؟ بگین دیگه مامان، بهم بگین انتقام چه کاریو دارین ازم میگیری؟ من ازتون جواب میخوام، بهم بگین دیگه. واسه چی بهم جواب نمیدین؟ اصلا بهم بگین مامان، مگه جوابی هم دارین که بهم بدین؟ میدونین چیه مامان؟ این سکوت شما منو به اون فکری مجبور میکنه که نمیخواستم تو ذهنم بیارمش، که چطوری میتونین به دخترتون بگین که به خاطر منفعت خودتون زندگیشو به باد دادین؟ بگین دیگه مامان، بهم بگین. چرا چیزی نمیگین؟ ولم کن، چرا چیزی نمیگین؟ شما به خاطر ادامه دادن به ارتباطتون من تایی منو این یک گوسفند قربونی کردین. کافیه، تو خجالت نمیکشی داری همچین حرفایی رو به مادرت میزنی؟ واسه یه این فکرها، واسه یه همچین روزی با بدبختی بزرگت کردم؟ چی داری میگی؟ من همچین آدمی نیستم. نتیجه این همه زحمتای من همینه؟ چطور همچین حرفایی از دهن بیرون یه دختر من؟
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. دردانه واسه چی تماسم و جواب نمیده؟ از کی بپرسم؟ به مامان زنگ میزنم. نه اون نشسته پیش خاله فهیمه، نمیشه. چطوری صحبت کنه؟ چی کار کنم؟ چرا هیچ خبری به هم نمیده؟ خیلی وقت رفته اونجا. بتول، بتول موبایلمو بردار بیار. دخترم آبجی هاجا رو بگیر بده به من. مامان واسه چی انقدر نگرانین؟ وقتی خواستگارشون تموم بشه خودشون بهتون زنگ میزنن. خدا نکنه همچین چیزی بشه. یعنی چی؟ نه خب منظورم اینه که تو نمیخوای تو این کارا خیلی دخالت کنی. همون کاری که گفتم رو بکن. آخه چرا؟ مگه چی گفتم؟ خواستگاری پسرمه منه ها. خب دردانه هم فامیلمه دیگه. بعدم مامان اگه این دوتا ازدواج کنن چقدر خوش میگذره ها. من که خیلی کیف میکنم. باشه حالا هر وقت ازدواج کردن تو کیف کن. فعلا آبجی هاجا رو بگیر ببینم. اصلا بده به من، خودم شمارش رو میگیرم. تو برو تو اتاقت. باشه مامان. کی زنگ زد؟ رانیا بود. خب چرا حرف نزدی؟ نجیب احمد آخه چی بهش بگم؟ دلم نمیخواد از بیابروییم براش تعریف کنم. این فهیمه هم نمیذاره سرمونو بالا بگیریم. دارم فکر میکنم رفتیم خونه به همجد چی بگم. خودت چی فکر میکنی؟ چرا جواب رد داد؟ وا نجیب احمد خودت نشسته بودی جلوی خودت علتشو پرسیدم. دیدی که جواب نداد. شنیدم. اما دلیل این جوابش یه چیزیه که ازمون پنهون کرده. یعنی چی؟ یه جواب رد چه دلیل دیگه ای داره؟ خب باید همینو بفهمیم.
که دلیلش چی میتونه باشه؟ اونجوری که به نظر میاد خیلی هم ساده نیستش. بلش کن نجیب احمد، تو دیگه نمیخواد کارآگاه بشی. چیزی که مثل روز روشنه اینه که فهیمه هم به همون بی احترامی کرده، هم ما رو از خونش انداخته بیرون. دیگه شما دوتا پدر و پسر نباید چیزی به من بگید، چون من دلم و این شیشه پاک کردم. اون که درسته، ولی چی؟ دیگه جایی واسه ولی یا اما نمیمونه. اون به همون جواب رد داد. من دارم به این فکر میکنم رفتیم خونه به اون امجد طفلی چی بگم. من که میگم نجیب احمد، این صحنه فهیمه رو از زندگیت پاک کن و بنداز دور. تخم مرغم میخوام، اینجا وایستا. این کارم من باید بکنم؟ اومدین؟ خب چرا اینقدر ساکتین؟ چی شده؟ به خاله فهیمه چیا گفتین؟ ببینم جد پسرم، دیگه از ما دوتا گله نکن. ما هر کاری که تونستیم انجام دادیم، ولی چی میخوایم بگین؟ پسرم، من فکرشم نمی کردم که اونا موافق این ازدواج نباشن. اگه از این موضوع خبر داشتم، خب تو رو با خودم میبردم تا با گوشای خودت بشنوی چی میگن. داریم با هم شوخی میکنین دیگه، نه؟ امجد، فهیمه با هممون شوخی کرده پسرم. اول گذاشت شماها رویا ببافین، بعد وقتش که شد ماها رو بی عزت کرد و از خونش انداخت بیرون. من حتی نمیتونم اون حرفایی رو که اون در مورد تو زد دوباره تکرار کنم. من قبول ندارم مامان، من قبول ندارم که خاله فهیمه بتونه همچین کاری کنه. شما دروغ میگین. من میدونستم، مطمئن بودم که حرفمو باور نمیکنی و فکر میکنی بهت دروغ میگم. من که گفته بودم نجیب احمد، اون حرفمونو باور نمیکنه. همیشه همینطوریه، دروغای اون زن راست میدونن و بعد هیچ وقت کسی حرف راست ما رو باور نمیکنه. تو باور نداری نه؟ پس خودت برو پیش خالت، خودت برو و مطمئن شو. ولی یه لطفی به ما بکن، حرفاشو که شنیدی بعد نری خودتو بندازی روی ریلای قطار، چون اون که براش فرقی نمیکنه، ولی این مادرته که زنده زنده نابود میشه. فهمیدی؟ امجد، امجد، نجیب احمد برو دنبالش، نذار دست به کار احمقانه ای بزنه. نه کاری نمیکنه، بذار بره. چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. آخه فهیمه واسه چی قبول نکرد؟ اون که خودش همینو میخواست. حتما یه چیزی شده، یه اتفاقی ممکنه افتاده باشه. هاجر چطوری انقدر راحت حاضر شد و اومد خونه یه فهیمه واسه یه خواستگاری؟ اون که اسمشو میشنید مثل اسفند روی آتیش میشد. حالا چی؟ حتما یه چیزی هست، نمیتونم هضمش کنم. حتما یه رازی توش هست. اصلا فکرشم نمی کردم که هاجر به دختر من ظلم کنه. اگه نمیخواست ازدواج کنن چرا حرفشو وسط کشید؟ تو فکر نمی کنی که باید با آبجی هاجر صحبت کنیم؟ نه نه، تو نیازی نیست باش حرفی بزنی، من خودم با آبجی هاجر حرف میزنم. چرا؟ چرا نیازی نیست من حرف بزنم؟ به جون خودم این قضیه از ذهنم بیرون نمیره.
تو الکی داری قضیه رو گندش میکنی. نمیتونیم به خاطر این موضوع باهاشون دعوا کنیم که. اونا از همون بزرگترن. خب اگه همچین تصمیم میگرفتن حتما با دلیل و فکری بوده. کیه داره زنگ میزنه؟ آبجو هاجره. هاجر خواهر کجا غیبت زده بود؟ خیلی وقت دلم مثل سیر و سرکه میجوشه. تماسه ای منم جواب نمیدادی. وا چطوری بهت جواب میدادم؟ نجیب احمد پیشم بود. نمیخواستم یه ذرم شک بکنه. تو که اونو خوب میشناسیش. به خاطر اون فهیمه منو بیچاره میکنه. آره راست میگی. حالا زود باش بگو ببینم. رفتین اونجا چی شد؟ چی گفت؟ همه چی دقیقاً این برنامه‌مون پیش رفت. واقعا خواهر؟ مشکلی پیش نیومد؟ نه هیچ مشکلی نه. همونطوری که برنامه ریختیم همون جوری شد. فهیمه خواستگاریمونو خیلی سریع رد کرد. خدای شکرت. من اینقدر فکر و خیال کردم که داشتم میمردم که نکنه فهیمه بد جنس بازی دراره. آخه نمیتونم بهش اعتماد کنم. آره راست میگی. اون که اصلا نمیشه بهش اعتماد کرد. ولی تو یه دامی پهن کردی که نه میتونست ازش بیاد بیرون نه بره داخلش. راستشو بخوای رانیا، اولین باره که جیگرم از ته دل خنک شد. انگار که انتقام کل زندگیمو از اون جادوگر گرفتم. خواهر به امجد چی گفتی؟ اون چی میگه؟ آره خواهر به امجد که گفتم، ولی یکم زمان میبره تا موضوعو قبول کنه. همین که حرفمو شنیده اینه دیوونه ها از خونه زد بیرون. فکر کنم باز رفته خونه فهیمه. خواهر تو فهیمه رو خیلی بهتر از من میشناسی. اصلا نمیشه روش حساب کرد. باید خیلی زود امجد و بتول با هم دیگه ازدواج کنن. بابا رانیا تو اصلا نگران نباش. بتول انشالله عروس امجد میشه. من همه این کارا رو به خاطر تو کردم. وگرنه امجد عمرم به حرفم گوش نمیکرد. هنوز انقدر ضعیف نشدم رانیا که مجبورشم دختر فهیمه رو عروس خودم بکنم. حالا بذار یه چند روزی امجد دورو بر خونه فهیمه بپلکه. این عاشقی به این راحتی ها از سرش نمیپره. ولی من مطمئنم بالاخره سر عقل میاد. خواهر هر طور که سلام میدونی همون کارو بکن. من به تو بیشتر از چشمای خودم اعتماد دارم. هر کاری که کنی همون درسته. دردانه خوابید؟ آره مامان. اینقدر گریه کرد که سرش درد گرفت. به بدبختی بهش دارو دادم و خوابید. مامان آخه چرا این کارو کردی؟ شما که میدونستین دردانه و امجد چقدر هم دیگر رو دوست دارن. آخه چرا مامان؟ دخترم آدم هر چیزی رو که دوست داره و میخواد و نمیتونه داشته باشه. هر چیزی؟ ما که از خدا هم هر چیزی نخواستیم مامان. اگه دست من بود همه خوشی های این دنیا رو به پای شما دوتا میریختم. ولی مجبورم. بیچارم. مجبور؟ آخه چرا مجبورین مامان؟ فقط یه بار بیاین علت مجبوریتون رو به همون بگین. تو فردا امتحان داری؟ بله. همه چی رو فراموش کن. واسه یه امتحان اومده شو. ذهنتو درگیر این موضوعات نکن. داری لیسانس میگیری. امتحاناتو با نمره خوب پاس کن. وقتی زندگی داره همچین امتحان این سختی رو میگیره دیگه امتحان لیسانس که چیزی نیست. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. خاله فهیمه کجاست؟ باید ببینمش. تو اتاقشه. اینجا اومدی چی کار؟ هرچی مامانم بهم گفته رو میخوام از شما بشنوم که بهم بگی دروغه.
گلناز برو تو اتاقت. من نمیدونم مامانت بهت چی گفته، ولی یه چیزی کاملا درسته. این که من دیگه نمیتونم دخترمو به تو بدم امجد. چرا؟ چرا شما نمیتونین دخترتونو به من بدین؟ جواب این سوال تو رو من به مامانت دادم امجد. شما هرگز نمیتونین اون چیزایی که مامانم بهم گفت و در مورد من بگین. خاله، من بیشتر از مادرم به شما اعتماد دارم. لطفاً یه بار بهم بگین که چرا قبولم نکردین. بهم بگین چه مشکلی دارم تا بتونم رفعش کنم، تا لیاقت دخترتون رو داشته باشم. من جواب هیچ کدوم از سوالاتون ندارم. پس یه لطفی کن، به خاطر خدا از اینجا برو. خاله، اگه من از اینجا برم شما چه جوابی به دردانه میدین؟ چطوری راضیش میکنین؟ نمیخواد تو دیگه نگران این باشی. دردانه دختر منه، خودم یه طوری راضیش میکنم. دیگه از اینجا برو، هر جا هم مادرت برات خواستگاری رفت قبولش کن. مبارکه. خاله چرا این حرفا رو میزنین؟ مامان میخواست من با دردانه ازدواج کنم، واسه همینه که اومد پیشتون. شما هم که جواب رد دادین. اون به خاطر من همه ی اختلافات رو فراموش کرده اومد اینجا خواستگاری. امجد، همینجوری شم حالم بده. تو یه غم دیگه به قصه خام اضافه نکن. خاله چی رو دارین مخفی میکنین؟ لطفاً بگین قضیه چیه. چیزی رو ازت مخفی نمیکنم امجد. من نمیخوام تو و دردانه با هم ازدواج کنین. نمیفهمی چی دارم بهت میگم؟ نه واقعا نمیفهمم چی میگی. تا دیروز که یه چیز دیگه میگفتین. یهو توی این یکی دو روزه چی شده که اینقدر تغییر کردین؟ خاله من نمیتونم چه اشتباهی ازم سر زده. من که بیشتر از مادرم به شما احترام گذاشتم، ولی اگه خواسته یا نخواسته من یه اشتباهی کردم، لطفاً منو ببخشید. لطفاً منو همچین تنبیه بزرگی نکنید. بس امجد، خیلی به حرفات گوش کردم، دیگه از اینجا برو. نه خاله، من همینطوری نمیرم. من دردانه رو خیلی دوست دارم، اونم از من خوشش میاد. چرا دارین همچین ظلم بزرگی در حقمون میکنین خاله؟ لطفاً خاله، تصمیمتون رو عوض کنین. به خاطر خوشبختی ما دوتا اینقدر لج نکنین. نه امجد، همچین چیزی امکان نداره. تو رو خدا شرایط منو هم درک کن. اگه یه ذره هم به فکر آبروی منی که مثل مادرتم، از اینجا برو. منو دخترم هم ببخش. تو رو خدا. کارتون درست نیست خاله، اصلا کارتون درست نیست. فهیمه، تو این خونه چه خبره؟ چی شده مادر؟ دختر جان، تا وقتی که من زندم بیا لااقل با هم حرف بزن. خب درسته که به درد نمیخورم، ضعیفم، کاری ازم بر نمیاد، ولی بزرگ این خونه که هستم. خب یه ذره هم حواست به سن منم باشه دیگه. واسه چی اون هاجر با شوهرش اومده بود اینجا؟ باز یه گناهی از سر زده ها؟ من هیچ گناهی نکردم مادر جان. من هیچ گناهی نکردم. شما هم فکر میکنی من گناهکارم؟ چرا همتون فکر میکنی من یه گناهی کردم؟ من بی تقصیرم. اگه گناه من چی بوده؟ من همیشه میخواستم مردم پشت سر من و خانوادم حرفی نزنن و آبروم نره. ای خدا، بگو من چجوری باید ثابت کنم که بی گناهم؟ چرا ایشکی باور نمی کنه من بی گناهم؟ چرا؟ میبینی نجیب احمد؟ امجد هنوز برنگشته خونه، دیگه شب شده. میاد. چرا اینقدر نگرانی؟ چه جور پدری هستی نجیب احمد؟ یه ذره هم به فکر پسرت نیستی؟ قبلا هم یه بار میخواست خودشو بکشه، یادت نیست؟ خب چی کار کنم؟ بیافتم دنبالش؟ بچه که نیست، فرق خوب و بدو میفهمه. میاد، تو خیالت راحت باشه. ما
من نمیفهمم فهیمه داره انتقام چی رو ازم میگیره. اول که دخترشو انداخت دنبال پسرم، بعدم که پسرم عاشق و دیوونه شد نذاش با هم ازدواج کنن. دارم بهت میگم نجیب احمد، اگه بچم چیزیش بشه هیچ کسو نمیبخشم، حتی خودتو. یه جوری با هم حرف میزنی که انگار فهیمه به خاطر حرف من جواب رد داد. تا حالا همچین فکری نکرده بودم. حالا که داری میگی خوب امکانه اینم هست. بسه بسه، نمیخواد این حرفاتو باز شروع کنی. فقط همینطوری یه چیزی گفتم. بعدش من هنوز درست نفهمیدم که چرا فهیمه قبول نکرد. چطوری تونست قبول نکنه؟ آخه اون حرفتو کامل کن نجیب احمد. چی میخوای بگی؟ به نظرم خودم برم باهاش حرف بزنم بهتره. مطمئنم که حرف منو رد نمیکنه. چه لزومی داره دوباره بری پیش اون نجیب احمد؟ تا حالا کم به هممون بی احترامی کرده؟ ببین نجیب احمد، گوشتو باز کن ببین چی میگم. تو پاتو اونجا نمیذاری، به هیچ وجه نمیری اونجا. ببین هاجر، ما وقتی تصمیم گرفتیم دردانه رو واسه امجد بگیریم، چرا اینقدر زود بی خیالش بشیم؟ یه بار دیگه که باید تلاشمونو بکنیم. چی؟ مگه اون زن دیگه جایی واسه تلاش کردن ما گذاشته؟ تو روی خودمون بهمون گفت نه؟ آره خب، اگه یه فرصتی برای فکر کردن میخواست یا امیدی داشتیم دوباره میرفتیم اونجا، ولی الان نه. من به هیچ وجه دخترشو عروس خودم نمیدونم، حتی اگه خودش دخترشو بیاره دم خونمون. فهمیدی؟ پناه بر خدا نجیب احمد، بعد این همه حرف که بارمون کرد هنوزم این خیالت نیست نه؟ هنوزم میخوای پاشی بری اونجا؟ کجا بودی؟ من این چیز حالیم نمیشه گلناز، ولی اینو میدونم که این ازدواج و مامان خودش به هم زد و تمومش کرد. اگه اون میخواست این ازدواج خیلی راحت جور میشد. یه چیزیو بهت میگم بدون گلناز، خوب یادت بمونه، من به جز امجد با هیچ کس ازدواج نمی کنم. به هر قیمتی که شده با امجد ازدواج میکنم. من شکستو قبول ندارم. من قبولش ندارم. معلوم نتا دی تی وی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.